خب به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم. خداوند رو شاکر و سپاسگزار هستم که بعد از یکی دو هفته وقفه ای که به علت تعطیلات تابستانی و برقرار مسافرت هایی که برای خود بنده هم پیش اومده بود نتونستیم در خدمت دوستان باشیم، حالا دو مرتبه به جمع دوستان برگشتیم و انشاءالله که در حضور شما و با کمک یکدیگر مثنوی را بخوانیم و از داستانهای مثنوی استفاده بکنیم و حظی از این سفره پر نعمت معنویت حاصل کنیم و مهمتر از همه این که انشاءالله در زندگیمون اینها رو این آموزه ها رو به کار بگیریم، بلکه بتوانیم که انسانهای بهتری باشیم و زندگی بهتری رو در کنار یکدیگر داشته باشیم و دنیای زیباتری را هم بعد از خودمون برای نسلهای بعدی با امید خداوند باقی بگذاریم. من بعد از این سلام علیک و احوال پرسی اجازه میخوام که برم سر اصل مطلب. یه اسکرین شیر با شما خواهم کرد و ادامه داستانها رو با همدیگه پی خواهیم. خب ظاهرا الان شما باید تصویر به اصطلاح چیز رو ببینید، تصویر مطلب رو داشته باشید و من برمیگردم به این قصه شماره 166 در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یأکل فی سبع امعاء المؤمن یا کل فی معاق الواحد. این داستان رو ای خاطرتون باشه این آخرین به اصطلاح داستانی بود که با هم دیگه در آخرین جلسه با هم نگاه کردیم و داستان قصهش خیلی پیچیده نیست، قصه ساده است، اما به اصطلاح فهوا و محتوا و به اصطلاح پیام های بسیار بسیار زیبایی به اصطلاح در داستان وجود داره. اگه خاطرتون باشه قصه از این قرار بود که ظاهرا گروهی از کفار که مسلمان نیستن بر حضرت پیامبر وارد می شوند، نزدیکای غروب به مسجد به مدینه وارد می شوند، وارد مسجد می شوند و یه گروه 10-12 نفره ای هستن. خب قرار بوده که با پیامبر صحبتی داشته باشن، حالا به هر عنوانی مذاکره قرار بوده بینشون صورت بگیره و حضرت پیامبر میفرماید که حالا فعلا شما خسته هستید، برید استراحت کنید و چون به اصطلاح اونجا محلی برای استراحت وجود نداشته در شهر، طبیعتا پیامبر از دوستان و اهالی مسجد به قول معروف میخواد که هر کسی به اصطلاح یکی از این مهمانان رو بپذیره و با خودش ببره و شب رو مهمان داشته باشه و مثلا حالا فردا اینا بیان توی مسجد و اون به اصطلاح ملاقات و یا جلسه ای که احتمالا قرار بوده با هم داشته باشن رو داشته باشن. توی این 7-8 نفر یه نفر از اینا بوده که یه کمی چاق و درشت‌تر بوده و مردم هر کسی یکی رو میبره، این که از همهشون درشت‌تر و گنده‌تر بوده اتفاقا باقی میمونه، کسی این رو نمیبره و حضرت پیامبر میفرماید که تو بیا و شب مهمان ما باش. طبیعتا ایشون هم میپذیره، میرن منزل حضرت پیامبر و در اونجا غذا میارن و این آدم بسیار پرخور بوده و انقدر ولع در غذا خوردن داشت که حالا به گفته مولانا شیر 18 دو بز رو که اونجا میدوشن و مثلا باش غذا تهیه کرده بودن این همه رو میخوره و تقریبا هیچی به هیچ کس دیگه نمیرسه. حالا طبیعتا یکی از خدمه که از این وضعیت خیلی هم دلخور بوده میاد، وقتی که این شب میره توی اون اتاقش که قرار بخوابه، اتاقی در اختیارش قرار میدن، کلون در رو از پشت میندازه. طبیعتا این بنده خدا نیمه شب که حالا احتیاج داشته به سلام دستشویی یا مثلا حالا غذای حاجت به قول ما میخواد که از
اتاق خارج بشه و بره یه کاری انجام بده، میبینه که در بسته است، به خودش میپیچه، میبینه هیچ راهی نداره، هرچی تلاش میکنه در آواز کنه نمیتونه، و میگه بخوابم که در به اصطلاح تو خواب خوابم بره، یادم بره که مثلا این تحت فشار هستم. میخوابه، از غذا توی خواب خودش رو در یه خرابه میبینه که در اونجا میتونه قضای حاجت بکنه. بنابراین توی خواب این کار انجام میده و وقتی به خودش میاد که میبینه ای وای چه افتضاحی شده و لباسش، دوشک، ملافه، مسائل اینجوری همه به اصطلاح کسافت و وضع بسیار بسیار بد و زننده شده. بنابراین بسیار شرمساره، نمیدونه چی کار کنه، مترصد این هستش که هر چه زودتر صبح بشه یه طوری از اونجا فرار کنه که این فضاحت مثلا حالا لاپوشونی بشه و یا از این حالت در. برحال داستان از این قرار که مولانا میگه اتفاقا حضرت پیامبر در تمام طول شب در جریان این وضعیت این بنده خدا بوده و صبح زود میاد پیامبر این در رو از کلونش رو باز میکنه، خودش رو یه جایی یه گوشه پنهان میکنه که دیده نشه و مفری برای فرار برای این فرد به وجود میاره. طرف میاد و میره و در واقع فرار میکنه، حالا هر عنوان میره و خوشحال هستش که به صلاح آبروش نرفت. اما وقتی که میره متوجه میشه که یک به اصطلاح مجسمه ای، حالا هیکلی به قول معروف، که همراهش بوده و بسیار هم براش اهمیت داشته و پرارزش بوده و چنین و چنان در خانه پیامبر باقی مانده است. بنابراین بین شرمساری و حرص گرفتاره و به اصطلاح که برم نرم، ولی بالاخره حرصش بر شرمساریش غالب میشه، میاد به سوی خانه پیامبر که بره این هیکل رو به قول خودش یا مجسمه رو بگیره و به اصطلاح داشته باشه. وقتی وارد میشه میبینه که حضرت پیامبر نشسته، تشتی گذاشته و تمام این لباس ها و چه میدونم این حالا بگو دوشک و لحاف و ملافه و این صحبت هایی که به شدت آلوده شده داره با دست خودش اینها رو میشوره و علی رغمی که اون به اصطلاح خدم و حشمی که اونجا بودن و گفتن آقا شما چرا این وظیفه ماست و شما مثلا دست به این آلودگی ها نزنید، میگه نه این وظیفه خود منه و حکمتی در این وجود داره و داشت این کار رو انجام. در وقتی که میاد بسیار شرمسار میشه از این صحنه ای که میبینه و با شرمساری میاد پیش پیامبر و میگه که من کار اشتباهی انجام دادم و شما انقدر بزرگوار هستی که حالا منو دعوا که نمی کنی، نمیدونم منو توبیخ که نمی کنی و فلان بسار داری با دستای خودت هم اینو میشوری. بالاخره او پیامبر بزرگ اون و به اصطلاح جامعه بود دیگه و این براشون خیلی سنگین بود که یه آدم بزرگی مثلا بیاد شروع کنه به شستن مثلا این لباس های آلوده آنچنان. به هر حال خیلی چیز میشه. وقتی که این اتفاق میفته حضرت پیامبر بهش میگه من میخوام مسلمون بشم، ایشون میگه بسیار خوب بیا و مثلا حالا شهادتین رو بگو و اون مراسم مسلمان شدن رو انجام میده و بهش میگه که شما امشبم مهمان ما باش. این میگه نه آقا ما دیگه تا آخر عمرمون شرمنده شما هستیم و به هر حال امیدوار هستیم که شما فقط ما رو ببخشید، همین که ما رو ببخشید کفایت. میگه نه من دوست دارم که تو حتما امشبم مهمان ما باشی و بیا ولی من و فلان بیسار. ایشون هم میگه میپذیره. وقتی که میپذیره و شب میشه دو مرتبه اینا غذا تهیه میکنن و جالب این استش که طرف وقتی که غذا میخوره به اندازه نصف یک بز شیر غذا میخوره و کاملا هم سیر میشه. بعد همه اهالی اهل بیت به قول معروف که در خانه پیامبر هستن تعجب میکنن. پیامبر بهش میگه بابا غذا بخور، بخور سیر شی. میگه والا قسم میخوره، میگه به والله که من سیر شدم و گرسنه نیستم.
مولانا از این داستان یک نتیجه گیری زیبا میکنه. من اینجا من آوردم، میگه حرص و وهم کافری سرریز شد، اشتها از قوت موری سیر شد. آن گدا چشمی کفر از وی برفت، لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت. میوه جنت سوی چشمش شتافت، معده چون دوزخش آرام یافت. میبینید خیلی به اصطلاح نکته زیبایی رو میگه. اونی که نور ایمان در قلبش روشن شد، در واقع چشمش سیر شد. چشم چی؟ کدوم چشم؟ چشم دلش سیر شد، یعنی از وابستگی های دنیایی گذشت و به یک به اصطلاح نعمات دیگری غیر از نعمات دنیایی، که حالا یکی از نعمات دنیایی مثلا حالا خوردنه، حالا بسیاری نعمات دیگه مثل قدرت، ثروت، پست، مقام و و و خیلی چیزهای دیگه هم هست که بسیاری از انسانها چشم تنگ این نعمات هستن. شما دیدید و میدونید کمم نیستن، تو همین دنیا هم حضور دارن، شما هم میشناسید طرف ثروتمند، قدرتمند، همه چی داره، اما باز هم چشم دلش داره میدوه دنبال پول بیشتر، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، امکانات بیشتر، و فقط اون روزی که داره میبره میفهمه که با دست خالی داره از این دنیا میره. و بنابراین مولانا میخواد بگه که آنهایی که از زخارف دنیا دل میکنند و به نعمتهایی والاتر از نعمتهای دنیایی فکر میکنند، دارای یک چشم سیری و یک چشم دل سیری میشوند و اون میده چون دوزخ اونها چی میشه؟ آرام میده. بعد مولانا از سر صدق، اونجایی که احساس میکنه که به اصطلاح حالا وقتش هست که یه دعایی بکنه، این دعای زیبا رو میکنه. میگه ای خدای بی نظیر، ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن، گوش ما گیر و در آن مجلس کشان، که از رحیقت می چشند این سرخوشان. رحیقم گفتم یعنی می خالص. چون به ما بوی رسانیدی از این، سرمبند آن مشک را ای رب بدی. ای دانا کرده از تو مستجاب، داده دل را هر دمی سر فتح با. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از عشق آن شد همچو موم. میبینید میگه که خیلی جالب اینجا، میگه که گوش ما گیر رو در آن مجلس کشان. ببین این گوش میتونست بگه دست ما گیر رو در آن مجلس کشان. از نظر دستوری و از نظر وزن و قافیه شعری هم هیچ لطمه‌ای به شعر وارد نمیشد که بگه دست ما گیر رو بدان مجلس کشان، ولی میگه گوش مادی. چرا میگه گوش مادی؟ ما در فرهنگمون معمولا میگیم طرف رو گوشش رو گرفتم مثلا بردمش بلانجا. یعنی چی؟ یعنی یه حالتی القا میکنه که طرف یه خود چموشه، چموشی داره. گوش بچه ها رو که شیطونی میکرد گرفت بردش مثلا پیش ناظم، مثال دارم میزنم، معلم گوش بچه رو گرفت برد پیش ناظم. اینجا هم داره میگه، میگه ما به ذات یه چموشی هایی در ذات ما هست. اون فرعون و موسایی که همواره در ذات ما در حال جنگ هستن، تو قصه های قبلی براتون گفتم، اون فرعونه در ذات ما هستش. یه وقتا خدای نکرده اون فرعونه ممکنه که چیکار کنه؟ غالب بیاد. بنابراین ما نیاز داریم گاهی اوقات یه کسی گوشمونه بگیره و برمون داره ببرتون به اون مجلسی که یه عده‌ای سرمستند از می معرفت الهی. میگه ما رو ببر اونجا و ما رو با اونها محشور کن، اونها رو با اونها به اصطلاح هم کلام و هم زمان بکن. و این صحبت ها و این داستان ها و این نکات ظریفه که واقعا تاچ مای هارت، این حرف هایی که مولانا برامون میزنه، میگه چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از اشغان شد همچون مو. یعنی قلب سنگی ما هم در معرض این کلام، در معرض این معارف چی میشه؟ نرم میشه. خب من دیگه بقیهشو نمیخوام بگم، فقط میخواستم که آخرین قصه ای رو خدمتون عرض کردم براتون ریویو بکنم، یک بازخوانی بکنم. به اصطلاح حافظه مبارکتون فرش بشه. خب
حالا اولین قصه ای که ادامه میدیم حکایت آن عرابی که سگ او از گرسنگی میبرد و انبان او پرنان بود. حالا قصه دیگه عنوانش مشخصه، میخوام قصه رو براتون بخونم ببینیم که داستان از چه قرار. میگه آن سگی میمرد، گریان آن عرب اشک میبارید و میگفت از کرب. کرب یعنی غم و اندوه. سائلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوه و زاری تو از بهر کیست؟ گفت در ملکم سگی بود نیکخو، نه کمی میرد میان راه بود. روز صیادم بود و شب پاسبان، شیر نر بود و نه سگ ای پهلوان. ببینید داستان خیلی ساده است. یه بنده خدایی عرب داره میره، یه وسط راه نشسته، سگش جلوش افتاده در حال مردنه، اینم داره به شدت گریه میکنه. سائل اینجا میگه سائلی بگذشت. سائل به معنی سوال کننده، سائل به معنی گدا هم به سلام معنی میده، ولی سائل اینجا معنی سوال کننده. میگه یه سوال کننده ای پرسید که آقا شما چرا داری گریه میکنی؟ ایشون گفتش که بله من یه سگی دارم، سگم خیلی هم به اصطلاح نیکخوه، خیلی هم خوبه، روزا صیادمه، شبا پاسبانمه، ولی الان متاسفانه از دره میمیره. گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است. گفت جوع الکب زارش کرده است. گفت صبری کن بر این رنج و مرض، صابران را فضل حق بخشد عوض. بعد از آن گفتش که ای سالار هور، چیست اندر پشتت این انبار پر؟ ببینید طرف اون کسی که سوال میکرد به اصطلاح پرسید ازش که بگو ببینم چی شده، چرا این بنده خدا، چرا این حیوان داره میمیره؟ میگه والا هیچی نیست، از گرسنگی داره میمیره، جوع الکب به اصطلاح مرض گرسنگی سگ به قول معروف. چون میدونید که سگ ها معمولا چیز ندارن، سیری ندارن. شما اگه یه سگ، اگه تو مثلا دوستان شما میرید اون کسی سگ داشته باشه، میبینید که در واقع سگ هرچی بهش بدی میخوره، اونقدر میخوره گاهی اوقات سگه که حالت ببخشید حالت استفراغ بهش دست میده، اینقدر میخوره که استفراغ. بنابراین معمولا اونایی که سگ دارن یه جیره برای سگشون مشخص میکنن، مثلا روزی یک بار یا دو بار مثلا اینقدر مثلا پیمانه غذا جورش میریزن، بیشتر نمیریزن، چون هرچی بریزه اون میخوره. برای میگه که هیچی از گرسنگی داره میمیره. میگه خب خدا صبرت بده، انشاءالله خداوند صابران رو دوست داره و بهشون عوض میده، باش ابراز همدردی میکنه. بعد چشش به یه چیزی میفته، میبینه که یه توبره رو پشت طرفه. برمیگرده بهش میگه خب حالا بگو ببینم این توبره که رو پشتته چیه. گفت به عربه، میگه عربه جواب میده، گفت نان و زاد و لوت دوش من، میکشم از بحر قوت این این بدن. گفت چون نتی بدین سگ نان و زاد؟ گفت آیی حد ندارم مهر و داد. دست ناید بی درم در راه نان، لیک هست آب دو دیده رایگان. میبینی میگه این پس این توبره چیه رو کوله؟ میگه والا این غذاست، غذاهای از به سلام باقی مانده از دیشبمه، نگه داشتم که بخورم به سلام وقتی گرشم میشه بخورم. میگه خب چرا یه خود از این غذایی که داری نمیدی به این سگت که میگه از گرسنگی داره میمیره؟ میگه والا نون راحت گیره میاد، نون گرونه برای به سلام تو خرید نون و مواد غذایی، اما دیگه اونقدر دوستش ندارم که از نون خودم بهش بدم بخوره. اما گریه مفته، هرچی دلش بخواد واسش گریه میکنم. اینو میگه خیلی جالبه ها. بعد میگه گفت خاکت بر سر ای پر باد مش، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال جود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا رب خان شود. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. میبینید خیلی این نکته جالبی است که مولانا در خلاصه داستان این رو به اصطلاح بیان میکنه. میگه که برها بهش بدویرا میگه دیگه به عربه، میگه خاک بر سرت که تو مثل
یه مشک پروادی، ظاهرا باد داری و بزرگ هستی اما تو خالی هستی. چرا؟ برای اینکه ارزش نان بیش از ارزش اشک است برای تو. تو حاضری که اشک بریزی ولی نان ندهی، در حالی که تو نمیدانی که این اشک خون توست که در اثر غم تبدیل به صلاح اشک و آب میشه و تو ارزش این اشک رو نمیدانی. و بعد دیگه که تو داری مثل خودت رو میفروشی، یعنی ذات و وجود خودت رو داری میفروشی در ازای آن نانی که در اختیارت هست. دقت کنید، این با داستان قبلی، اون به صلاح انسان پرخور کافر هم به نان وابسته بود و به اون هیکل وابسته بود. وقتی که از اون هیکل و از اون نان، هیکل میگم یعنی اون مجسمه ارزشمندی که داشت دارم، دیگه وقتی که از اون هیکل و از اون نان بریده شد، چشم سیر شد. توجه کردی؟ این میگه که من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. میگه تو داری اشک خودتو میفروشی به جایی که نان بدی به اون، ولی من غلام اون افرادی هستم که وجود خودشون، عشق خودشون، خون خودشون رو فقط به خداوند میفروشن. توجه کردی؟ اینجور افراد که انسانهای به اصطلاح سالک هستن، میگه چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. من غلام آن مثل همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. انسانهایی که به اصطلاح مثل جانشان فقط با کیمیای عشق خداوند هست که تغییر میکنه. میگه من غلام اون انسان ها هست. خب حالا وقتی این رو میگه، ادامه داستان، داستان طاووس هستش که این انسان ها که دارای این خصلت میشوند که فقط در معرض کیمیای خداوند به اصطلاح تغییر میکنند، اشاره میکنه که حالا اونا چگونه می توانند در شرایطی که حتی در معرض لطف و کرامت خداوندی قرار می گیرند، به اصطلاح دچار اوج نشوند و دچار کبر و غرور در جهت مثبت حتی نشوند. این حالا قصه به اصطلاح طاووس رو که بگم، متوجه میشید که پیام این داستان که با داستان قبلی لینک داره چی هستش. میگه که قصه آن حکیم که دید طاووسی را که پر زیبای خود را میکند به منقار و میانداخت و تن خود را کل و زشت میکرد و از تعجب پرسید که دریغت نمیآید، و جوابی که به اصطلاح این طاووس به سوال کننده. قصه قشنگیه. میگه پر خود میکند طاووسی به دشت، یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت. گفت طاووسا چنین پرسنی بیدری از بیخ چون برمیکنی؟ خود دلت چون میدهد با این حلل برکنی و اندازیش اندر وحل؟ حلل یعنی پوشش، برای پر طاووس هم پوشش بدنشه دیگه. وحل هم که این لجنزا، یعنی دور ریختن. میگه هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در طی مصحف مینهند. تحریک هوای سودمند از بر تو باد بیزن می کنند. این چه ناشکری و چه بیباکی است؟ تو نمی دانی که نقاشت کی است؟ یا همی دانی و نازی می کنی؟ قاصدن قلعه ترازی می کنی؟ خب می بینید این قصه خیلی خیلی ساده است دیگه. میگه بله، این آقا، این آقای حکیمی که رفته بود برای گشت و گذار به قول معروف به بیرون از شهر، حالا توی دشت رفت و میبینه یه دونه طاووس نشسته، این پرهای زیبای خودش رو هی میکنه و میرزه زمین. و این با تعجب میگه که تو حیفت نمیاد این پرهای به این زیبایی رو که پوششی است که به این زیبایی خداوند برای تو قرار داده میکنی و میریزی دور؟ این پرهای تو خیلی ارزشمنده، اونایی که به صلاح اهل قرآن هستن و مذهبی هستن و چنین هستن، مؤمن هستن، پر زیبایی تو رو روی قرآن میذارن، انقدر که عزیز اونایی که برای پادشاهان از پر تو باد بزن مثلا درست میکنن. خب تو چرا آخه داری ناشکری میکنی و این پرا رو میکنی میدونی که خداوند نقاش این پرهای تو هستش؟ این حرفا، یا اینکه نه داری ناز میکنی، داری
اینا رو میکنی میریزی که دل مردم رو بسوزونی، مردم بیا هی بهت بگن تو خیلی زیبا هستی، تو رو خدا این فرار رو نکن. مثلا حالا اینجوری میخوای یه قول معروف برای خودت کسب وجهی بکنی، نکنه اینه. خب اینا رو که میگه جواب میاد، میگه چون شنید آن پند در وی بنگریست، بعد از آن در نوه آمد میگریست. نوه گریه دراز و دردمند، هر که آنجا بود در گریهش فکند. میگه که به معنی که این جناب طاووس حرفای این آقا رو شنید و سوال این آقا رو شنید و حرفاش رو شنید، بهش یه خود نگاه کرد و بعد یه دفعه زنزیده چه گریه ای؟ گریه ای از سوز دل عمیق شروع کرد. اینقدر گریهش جانسوز بود که هر کسی تو اون دشت، حالا از آدم یا حیوانات، حالا هر کسی اونجا بود، اینا همه شروع کردن به همراه گریه این طاووس، اونا همه هم گریه کرد. وان که میپرسید پرکندن ز چیست، بی جوابی شد پشیمان میگریست. کس فضولی من چرا پرسیدمش، او ز غم پر بود شورانیدمش. میچکید از چشم او بر خاک آب، اندران هر قطره مدرج صد جواب. میبینید میگه حتی اون سوال کننده پشیمون شد بیچاره که چرا پرسید که چرا داری به صلاح چیز میکنی، چرا داری به صلاح پراتو داری میکنی، و گفت او عجب سوال بیموردی من کردم، این بنده خدا دلش پر بود، ما این سوال هم ازش کردید، اینطور به گرهش انداختید. و این آب از چشمان طاووس هم تو میده. بعد مولانا حالا اینجا رو پاگرد داستان یه نکته خیلی قشنگ میگه، گریه باسق بر جانها زند، تا که چرخ و عشق را گریان کند. عقل و دلها بی گمانی عرشیان، در حجاب از نور عرشی میزیان. میبینید میگه که اونایی که از سر صدق گریه میکنن، اون ما شنیدیم خودمون میگیم، میگه آنچه از دل برآید لاجرم بر دل میشه. یه جای دیگه مولانا به این مسئله اشاره میکنه. قدیم و ظاهرا مد بوده که اگه یه نفر میمرد میرفتن یه عده گریه کنندگان حرفه‌ای رو استخدام میکردن، میوردن در مراسم عزاداری گریه میکردن، شیون میکردن، سر کول خودشون میزدن، به اصطلاح شور میدادن به اون مجلس عزا. بعد مولانا میگه که اینایی که حرفه‌ای هستن و پول میگیرن برای این کار، هر چقدر که زیبا گریه کنن، ولی باز هم هرگز بر دلهای مردم اثر نمی کنه. و حالا که آن کسی که واقعا دلش شکسته از یک غمی و مبتنی بر اون دل شکستگی گریه می کنه، 100% گریه او بر قلب ها تأثیر گذار است. بعد میگه گریه باسق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. عقل و دلها بی گمانی عرشیان، در حجاب از نور عرشی می زید. میگه که اما عقل و دلهای ما بیگمان عرشی هست، یعنی از عالم الوی در وجود ما هست. مولانا 100% به این قضیه معتقد هستش که ما بر اساس آموزه های قرآن، خداوند میفرماید که ما شما را از گل آفریدیم. البته در 6-7 جای قرآن هم از گل میگه، هم از نطفه میگه، هم از لجن متعفن میگه، هم از خاک خشک میگه، هم از چه میدونم سفال میگه، از خیلی چیزها میگه، از لجن متعفن میگه، همه اینا رو میگه. میگه ما این از شما آفریدیم، این بعد خاکی و جسمانی شما، ولی چی؟ از روح خود در شما دمیدیم. مولانا این روح الهی رو به دل روشن به صلاح تفسیر میکنه و بر عقل به صلاح کلی که نور الهی است. ما یه عقل جزئی داریم، یه عقل کلی داریم، اینا رو قبلا بحث کردیم. بعد میگه که به هر حال این عقل و دل ما از عرشه، از الهی است و در حجابی از نور قرار گرفت. بشنو اکنون تو ستاووس آن جواب، تا بدانی هر نکویی را خطاب. چون ز گریه فارغ آمد گفت رو، که تو رنگ و بوی را هستی درو. آن نمیبینی که هر سو صد بلا، سوی من آید پی این بالها. ای بسا صیاد بی رحمت مدام، بهر این پرها نهد هر سوی دام. چند تیرانداز بهر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا. ببینید حالا
طاووس به یک نکته اشاره میکنه، میگه ببین همه بدبختی من، همه مشکلات من به خاطر همین بالهای زیبای منه و به خاطر همین بالهاست که من جلوگری می کنم، و چون جلوگری می کنم صیادان دنبال من هستن، صیادان میخوان منو تو دام بزنن، تیراندازان میخوان منو تیر بزنن و به اصطلاح به دنبال این بالهای زیبای من هستن. اساسا این زیبایی من عامل به اصطلاح مشکلات من هستش و این جلوگری که من میکنم. بعد ادامه رو دقت کنید، خیلی جالبه، نکته کلیدی اینجاست. میگه چون ندارم زور ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کلی، تا بوم ایمن در این کهسار، این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد موجبان را صد بلا. میبینید خیلی زیباست، میگه مشکل من اینه که چون این زیبایی در وجود من هست و من نمیتوانم خود رو کنترل کنم از جلوگری، چون من جلوگری میکنم و نمیتونم خودم رو کنترل کنم، نمیتونم خودم رو ضبط کنم، بنابراین این قضا و بلا و فتنه به سر من میاد. بنابراین بهتر استش که من چیکار کنم؟ خودم رو شوم و زشت و کریه کنم تا ایمن باشم در این کهسار و تیه این دنیا. این سلاح عجب من شد ای فتا، میگه این زیبایی من موجب عجب من شد. یادتون است من راجع به عجب مفصل صحبت کرده بودم در جلسات گذشته، گفتم که یه دهی اتفاقا انسانهای صالح و ظاهرا زاهد خیلی وقت دچار عجب میشن، یعنی طرف میبینه که کما که نماز که میخونیم، نماز شبم که میخونیم، روزمون هم که میگیریم، حجمون هم که میریم، زکاتمون هم که داریم میدیم، صدقه هم که داریم میدیم، چه میدونم هر کمکی هم که دستمون بر بیاد برای مردم داریم انجام میدیم، خب پس دیگه خدا از ما چی میخواد دیگه؟ پس ما همه چیمون درسته دیگه، و احتمالا ما از بندگان صالح خداوند هستیم و خداوند نظر کرامتی نسبت به ما داره، و اگه قرار شه یکی رو ببرن توی بهش، اون نفر حالا شماره یک اگه ما نباشیم دیگه، دو و سه و چهار و پنجش دیگه هستیم. این همون عجبه، یعنی شما به خاطر خوب بودن دچار کبر و غرور میشید، که من داستان حضرت عیسی و اون داستان کوه و اون جوان و اینا رو همه رو براتون مفصل گفتم دیگه نمیخوام. میگه که عجب من یک سلاح داره و سلاحش همین زیبایی پرهای من هستش، و همین موجب میشه که من دچار این فتنه ها بشم. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور، پس زیانش نیست پر، گو بر مکن گر رسد تیری به پیش آرد مجن، لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوه گری صبریم نیست، چون ندارم عقل تابان و سلاح یا صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح. دقت بکنی خیلی زیباست، در چه اندازم کنون تیغ و مجن، چین سلاح خصم من خواهد شدن، نه به هند است ایمن و نی در ختن، آن که خصم او سایه خیشتن. خب ببینید خیلی جالبه، میگه پس زیانش نیست پر، گو بر مکن. میگه اما کسی که قدرت جلوگری، جلوگیری از جلوگری خود را دارد، مثل طاووسی که زیباست اما جلوگری نمی کند، بنابراین پر زیانی بهش نمی رسوند، و اگر تیری بر او برسد او سپری برای حفاظت خود دارد، و اون همین است که می تواند خود را کنترل کند. لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوگری صبری نیست، ولی میگه من چون نمیتونم جلوگری نکنم، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، بنابراین پر زیبای من دشمن است. درست ببخشید، این در مورد انسان ها هم صادقه ها، بعضی ها خیال میکنن که اگر مثلا زیبا باشن خیلی خوبه، حالا
خانوم آقا فرق نمیکنه، خیلی ها دنبال زیبایی هستن. شما میبینید که حتی به صورت مصنوعی هم میرن که خودشون رو زیبا کنن. برای چی؟ برای اینکه میخوان که جلوگری کنن. و حالان که کسانی که جلوگری میکنند بیشتر در معرض به هر حال آسیب های اجتماعی هم قرار میگیرند. حالا یه مردی که خیلی خوش تیپه، خیلی از زنها مثلا ممکنه بهش توجه بشه، یا زنی که بسیار زیباست، بسیاری از مردها. اگر این زنی که زیباست نتونه خودش رو کنترل کنه، نتونه عفاف خودش رو حفظ کنه، چون برای خود همه ما میدونید اینو از قدیم ما بچه بودیم میگفتن، اگر یه زنی نجیب باشه و زیبا باشه و نجیب هم باشه، میونه یه سربازخونه مردم خودش رو حفظ میکنه، هیچ مردی هم جرأت نمیکنه که بهش به اصطلاح نگاه بد بکنه. ولی خدا نکنه که یه کسی بخواد حالا جلوه‌گری کنه، وقت دیگه حتی زیر چادر هم میتونه هزار یه جور فتنه هایی رو بپوشونه. برای مثال فقط من زدم که مفهوم سخن مولانا رو بخوام برسونم، میگه لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوگری صبر این نیست، من نمیتونم جلوگری رو خودم رو حفظ کنم، چون نمیتونم، این دشمنه. بعد میگه چون ندارم عقل تاوان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح، این سلاح عجب رو چون نمیتونم خودم رو کنترل کنم، بنابراین مجبورم این سلاحمو بندازم به سلاح تو چاه. در چه اندازم کنون تیغ و مجن، مجن یعنی به سلاح سپر، در چه اندازم کنون تیغ و مجن، که این سلاح خصم من خواهد شد. میگه بس اینو هم میندازم تا دشمنم به سلاح بدون سلاح بشه و من جلوه‌گری نکنم، در معرض آسیبم قرار نگیرم. بعد وقت نکته خیلی زیبایی که اینجا به سلاح مولانا میگه در پرده کلام، میگه نه به هند است ایمن و نی در ختن. هند که هندوستان که طاووسا معمولا در اونجا، ختن هم محلی است که آهوها توش وجود دارن، معروف هستش. میگه نی به هند است ایمن و نی در ختن، آن که خصم او سایه خیشتن. میگه کسی که دشمنش سایه خودشه، یعنی در درونشه، اون حس خود بزرگ بینی، خود برتر بینی درش وجود داره، هیچ جا در امان نیست. پس بربری خیلی داستان داستان زیباست. خب حالا قصه بعدی، قصه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران، و تنه آن خران و تعنه آن خران بر آن غریب، گاه به جنگ و گاه به تسخر، و مبتلا گشتن او به کاه خوش که غذای او نیست. حالا این قصه خیلی قصه زیبایی است از اون طاووسان و یا اون آهوان ختنی که بر عجب خود چیان غالب هستند، و اینها در معرض و در فضایی قرار میگیرند که انسانهای معمولی، انسانهای اسیر هوا و هوس، اسیر دنیا، اسیر اون کاهویونجهی که اون کافر زیادی میخورد، غذایی که زیادی میخورد تا به فضاحت رسید در زندگی و بعد حالا متحول شد. اون این آهو در کنار اون خران و گاوان قرار میگیره. دقت کنید ببینید چقدر جالب. دیگه آهویی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزین کار. آهویی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزین کار. در میان آخر پر از خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. از مجاعد، مجاعد یعنی گرسنگی، و اشتها هر گاو و خر، کاه را می خورد همچون نیشکر. کاه گاه آهو می روید از سو به سو، گه ز دود و گه ز گرد که می تافت رو. خب ببینید که ظاهرا داستان خیلی ساده است. یه آهویی، دقت کنید، آهو مظهر یک حیوان آزاده است که در دشت و کوه و مراتع سرسبز در ارتفاعات زندگی میکنه، از گیاهان و ریاحین و گل و سبزه تغذیه میکنه. مشک در مثلا مشک ختن دیگه، آهوی ختن معروف دیگه، مشک در نافش به خاطر اون گیاهان خوشبویی که تغذیه کرده، اسارش در نافش جمع میشه، بوی فوق العاده زیبایی از ناف این آهو
متساعد هست. این آهو رو به دام انداخته طرف سیار، اوردش کجا؟ اورده گذشته قاطی یه دونه اولا استبل طویله ای که از همه طرف محدود و مسدوده، ثانیا قاطی یه مش خر و گاو و چه میدونم حالا قاطر و این چیزا، و اینها اونجا دارن، این میخواد فرار کنه نمیتونه، شب شده غروب شده شب شده، کاه ورده ریخته جلوی این حیوانا، اونا دارن لف لف میخورن مثل نیشکر، این حیوان هم این ورور میدوه که یه جای خودش رو رها کنه نمیتونه. خب دود و گرد کاه هم که اومده تو آسمان، هر که را با ضد خود بگذاشتن، آن عقوبت را چو مرگ انداشتن. آن کدام است آن عذاب ای معتمد، قد در قفس بودم به غیر جنس خر. زین بدن اندر عذابی ای بشر، رو مرغ روحت بسته با جنس دیگر. روح باز است و تبای زاغها دارد از زاغان تن، دارد از زاغان تن بس زاغها. مولانا بلافاصله توپاگر داستان یه نکته برای ما میگه، میگه هر کسی رو که با ضد خودش بذارن در واقع در عذاب قرار ده. میگه بدترین عذاب آن است که یه انسان یا یه حیوان با غیر جنس خودش در یه قفس قرار بگیره، این بدترین عذاب. سعدی هم اینو میگه، میگه بزرگترین عذاب یک انسان عاقل و حکیم آن است که با یه عده انسانهای ابله و نادان در یه جا قرار بگیره و به اصطلاح بخواد با اونا هم صحبت بشه یا همکار باشه، هرچی که این میگه اونا به صاحب تمسخر میگیرن و تحقیرش میکنن و فوشش میدن و برها تمسخرش میکنن دیگه. این بدترین عذابه واسه یک عالم و دانشمند که با یه عده آدم های ابله به صلاح هم کلام و هم زبان بشه. خب اینو داشته باشیم. میگه که حالا در این حال روح انسان هم که در جسم انسان حضور داره، مانند بازی است که گرفتار زاغهای تبایع این جسم است. تبایع ما چیه؟ حسد، چشم تنگی، دنیا دوستی، حسادت، چه میدونم مثلا یک جور این به اصطلاح ضد ارزش هایی که این دنیای مادی و یا حرص و طمع ما هستش که ما رو درگیر آنها میکنه. میگه روح آزاد ما مثل بازی است که با این زاغان در این قفس تن اسیر شده است. خب اینو میگه که حال روز اون آهو رو برای ما توضیح بده و تفسیر کنه. میگه روزها آن آهوی خوش ناف نر در شکنجه بود در استبل خر، مضطرب در نزد چون ماهیز خوش، در یکی حقه معذب خشک و مش. میبینید میگه این آهویی که به اصطلاح بوی خوش به اصطلاح نافش همه جا رو معطر میکرد، تو استبل خرا گیر افتاده بود با این خرا، و خب غذا هم نمیتونست بنده خدا بخوره دیگه، چون اونا کاه میخوردن این نمیتونست کاه بخوره، خب گرسنه هم بود مثل ماهی که از آب بیرون افتاده در خشکی و از لحلح میزنه برای آب، این هم چه حالتی بود. درست مثل آن که شما ببخشید پشک یعنی پشکل، مشک هم که یعنی مشک دیگه، عطرو میگه درست مثل که شما یه قطعه پشکل رو با یه قطعه مشک با هم که توی یه دونه صندوقچه مثلا بذاری، همچین حالتی. حالا خرا اثر به اصطلاح حالا خریت این آهو رو چیکار میکنن؟ به تمسخر میگیرن. یه خرش گفتی که آن ای بل بهوش، طبع شاهان دارد و میران خموش. وان دیگر تسخر زدی که از جر و مد گوهر آورده است که ای ارزان دهد. وان خری گفتی که با این نازکی بر سریر شاه شو گو متکی. آن خری شد تخمه و از خوردن بماند، پس بر اسم دول آهو را بخواد. میبینید این خراب خیلی ببخشه حالا یه مثل تئاتر بعد اجرا بشه دیگه، میگه یکیشون یکی از این خرام گفت که آقا این جناب مثلا پادشاه وحوشه، آقا خیلی جس گرفتی جناب خر، به ما محل جناب آهو به ما محل نمیذاری، ما رو تعبیر نمیگیری، بالاخره ما رو هم تعبیر بگیر فلان حساب. و اون یکی میگفتش که آقا ایشون خیلی کلاسشون بالاست، ایشون
در حد ما نیست که با ما مثلا بپره، با ما نمیپره فلان بیسار. اون یکی خیلی میگفتش که بابا شما با این تن بدن زیبا و باریک و نازک شما جا طویلی نیست، شما جا توی مثلا چه میدونم خانه پادشاه، شما باید بری اونجا برات متکا بذارن و در یه جای نرم و نازکی مثلا رو تخت بشینی و از این حرفات مسخرش میکردن. اون یکی هم که انقدر کا خورده بودی که سیر شده، میگه بفرما کا بزن مثلا جناب او بفرمایید کا بزنید، یه لقمه کا هم با ما بزن و فلان از حرفا. این هم همینطور مونده حیران به اینا نگاه میکنه که اینا چرا درک نمیکنن که من به اصطلاح غذام این نیست، رفتارم نیست، گفتار من این نیست، اینا منو مثل خودشون تصور میکنن. سر چنین کرد او که نی رو ای فلان، اشتهایم نیست، هستم ناتوان. گفت میدانم که که نازی میکنی، یا زناموس احترازی. ببین وقتی که خره دعوتش کرد گفت بیا یه لقمه کا با ما بزن، این گفت ببین این غذای من نیست، من گرسنم نیست، من اشتهای این غذا رو ندارم. دقت کرد. اونم گفت بله میدونم شما واسه ما قیافه گرفتی، ناز میکنی، داری مثلا خودتو لوس میکنی، میخواد بگه که کلاست خیلی بالاست و احتراز میکنی از اون. ولی جواب آهو خیلی زیباست. گفت آهو باخر این طعمه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم، گر غذا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، و لباسم کهنه گردد من نوم. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نخوت خوردم. دقت میکنید خیلی نکته جالبی. گفت آری لاف میزن، لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزار. خرید جوابشون. دقت کنید خیلی نکته جواب جالبی. وقتی بهش تعارف میکنیم بیه به کا بخور، این میگه که ببین من گرسنه کا خوردن نیستم، من اصلا غذام کا نیست، و بعدم که این کا غذای توست که تو با این کا زنده هستی و اجزای وجودت میطلبد کا خوردن را. من علیف یعنی علفخوار، میگه من علیف مغزاری بودم، من در یه مغزار تغذیه میکردم و در زلال یعنی سایه، سایه روزه ها آسود، یعنی من در یک مثلا به قول معروف در سایه روزه ها، روزه هم یعنی باغ ها، یعنی میخواد بگه یک جایی که پر علف سایه است، مثلا گیاهان بسیار زیبا و خوشخوراکی در اونجاها وجود داره. میگه من اونجاها غذا خوردم. گر غذا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاع. میگه من طبع و خوی من این هستش که اونجور غذا را میپسند، اونجور فضا را برای تغذیه و گشت و گذار میپسندم. حالا گیر افتادیم توی این زندان، ولی خلق و خوی من که از بین نرفته، من همون ذات من سر جای خودش هست. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، و لباسم کهنه گردد من نوم. میگه ذات من ذاتی است که فاخر است، اگرچه لباس تن من کهنه و ژنده باشد. یعنی میبینید اونایی که میگن طبع بلند دارن، ما در انسان ها میگیم طرف فقیره اما طبع بلندی داره، درست عکسش هم هست، یه آدمایی هستن بسیار ثروتمند اما طبع خردی دارن، گدا و صفت هستن. دقت کردید طرف فقیره اما بلند به اصطلاح همت و طبع بلند داره، یکی هم ثروتمنده ولی گدا صفته، این دوتا در مقابل هم قرار. میگه و لباسم کهنه گردد من نو، و من لباسم کهنه شده ولی ذاتم که اون نیست. بعدم میگه تازه من سنبل و لال و سپرغم هم اون گلها و ریاحی نستش. میگه اینا هم تازه من با هزار ناز و نخوت میخورم، من غذا اوناست، کاه که اصلا بس من مفهومه. وقتی این حرفا رو میزنه این جناب خر جوابشو میده، میگه گفت آری لاف میزن، لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزار. خیلی نکته قشنگیه. میگه بله لاف بزن، لاف تو لاف زنی. اتفاقا این حرفی که میزنه خیلی هم
مصداق داره ها. شما دیدید که توی غربت، حالا مثلا تو همین مثلا همین آمریکا، حالا خیلی ها دیدی باهاشون صحبت میکنید، مثلا میگه آقا شما مثلا تو ایران چه کاره بودید؟ آه من مثلا بابام پاسبان بوده، چه میدونم، خیلی آدم بزرگی، چه میدونم بابام تیمسار مثلا ارتش بوده، ما فقط با خاندان سلطنتی مثلا رفت آمد میکرد، یا مثلا اینجوری بودیم اونجوری بودیم، لاف میزنن. حالا ممکنه بعضی ها دروغ بگم، بعضی ها ممکنه واقعا بودم، من نمیخوام گناه کسی رو بشورم، ولی میخوام بگم که این لاف زدن ها زیاده. من حالا خیلی جالبه، توی ایران که بودم، خب افغانی ها زیاد بودن اونجا، غالب افغانی هایی که من باشون صحبت میکردم، اینا توی مزرعه میومدن کار میکردن بعضا برای ما، باشون صحبت میکردم، مثلا طرف گفتش که من مثلا توی افغانستان که بودم مثلا ارتشی بودم. بعد میگم ارتشی بودی مثلا چیکاری بودی؟ گفت سرباز بودم. گفت من مثلا سرهنگ بودم، یا مثلا سرگرد بودم، یا فلان بودم، برای اینکه یه به سر چی میگن کرامتی برای خودشون ایجاد بکنن. ولی خب آدم بالاخره از روی رفتار و گفتار و نشست برخواست کردن فرد میفهمه که طرف مثلا چند مرد حلاجه، این چی که میگه راست داره میگه یا نه، رفتار و گفتار و کردارش چیز دیگه روی میشه. بنابراین این آقای خرم به این جناب آهورو متهم میکنه که بله لاف بزن، در غریبی بس توان گفتن گذاب. اونی میگه حالا ببین جواب آهو چقدر. گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد، لیک آن را کش نبد صاحب مشام، بر خر سرگین پرست آن شد حرام، خر کمیز خر ببوید بر طریق، مشک چون یا مشک چون عرضه کنم بر این فریق. بهره این گفت آن رسول مستجیب، رمز الا اسلام فی دنیا غریب، زان که خیشانش هم از وی می روند، گرچه با ذاتش ملائک هم دمند، او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار. دقت کنید، آهو جواب خرو میده، میگه من لاف نمیزنم، بیا ناف من خودش بهترین گواهی این هستش که من چه از چه گیاهانی تغذیه میکردم. ببین این ناف در ذات آهوست، دقت کردی این که گفتم طرف ادعا میکنه، ولی وقتی ادعا میکنه رفتارش، گفتارش، کردارش، تواضعش، علمش، دانشش، به اصطلاح منشش، اینا همه نشون میده که طرف چند مرد حلاجه. توجه کردی؟ خوب خودش نشون میده. ولی نکته میگه اما این مشک رو، این مشک ناف منو کی میتونه تشخیص بده؟ ترا فقط کمیز هم دیگر رو بو میکنن، کمیز یعنی ببخشید پشکل مدفوع، میگه اینا رو بو میکنن، اینا بوی مشک رو اصلا تشخیص نمیدن از بوی مثلا چه میدونم ادرار مثلا، بیا برای من نمیتونم اینو به تو درکشو نمیکنی. و همین دلیل هم هستش که حضرت رسول فرمود که اسلام در دنیا غریب است. چرا؟ مصداقش چی بود؟ مصداقش همین خودش بود، خودش که از خانواده قریش بود، اما شما میدونید که بزرگترین دانه به سر دشمنان پیامبر عموهای خود پیامبر، ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و انم کی و فلان و بیسار، همه اینها در حالی که پیامبر رو میشناختن، اما اون بوی مشک رو از به اصطلاح پیامبر درک نمی کردن و باهاش مخالفت می کردن. میگه با ذاتش ملائک هم دمن، اما خیشاوندانش از اون می روند، او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار. پیامبر در میان آنهایی که او را درک نمی کنند مانند ابوبکری است که در سبزوار است. حالا این داستان ابوبکر در سبزوار که در واقع مصداقی است از اون آهو در میان استبل خران و گاوان، موضوعی است که حالا بعد مورد بحث قرار بگیره. من اینجا اگر اجازه بدید یک استاب شیر میکنم که در سیستم به وجود نیاد. پس بنابراین دیدیم که به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاد. میایم سراغ
این داستان محبوس شدن رو گفتین، داستان اون آخرین جمله این بود: زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملایک هم دبند. یعنی میخواد بگه تنهایی انسانهای به اصطلاح وارسته در این جهان هستی بسیار سخت، مانند اون آهویی که در استبل به اصطلاح حیوانات حالا مثل قاطر و اسب و الاغ و گاو و این حرفا قرار ده. او بمانده در میانشان زارزار همچون بوبکری به شهر سبزوار. حالا این بوبک در شهر سبزوار بسیار جالب. من قبل از اینکه وارد قصه بشم یه چیزی رو میخوام براتون بگم. با اینکه در ایران از زمانهای قدیم دو تا شهر بودن که بسیار معروف بودن به اینکه مردمان این شهر شیعیان متعصب هستند. دقت کنید، شیعیان متعصب هستند. این دو تا شهر کجا بود؟ یکیش سبزوار بود و یکیش کی؟ یادتون میاد کجاست؟ شهر کاشان. این داستان ابولؤلؤ که خلیفه دوم رو ترور میکنه و بعد فرار میکنه از به اصطلاح مدینه و میاد ایران، بیشترین جایی که احساس امنیت میکنه میاد تو شهر کاشان، چون میدونست که اینجا شیعیان متعصب هستند که او را حفاظت میکنند و نمیذارن که لو بره و به دست به اصطلاح حالا ماموران حکومتی بیفتن. و میدونی که به اصطلاح چیزش هم در چه میدونم مقر مزارش هم در شهر کاشانه. من رفتم اونجا رو دیدم. حالا حکایت رو گوش کنید. حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار را به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت: آنگه امان دهم که از این شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیاورید. خب بالاخره ابوبکر سیمبل تفکرات سنی دیگه، حالا جزء چهار خلیفه راشدین است، انسان به صلاح پاکی هم بوده، به هر حال قابل احترام است و ما هم به عنوان شیعه برای ایشون احترام قائل هستیم، ولی حال به هر حال سیمبل سنی بودن و این صحبت. خب شد محمد الب اخ خوارزمشاه در قتال سبزوار بیپناه. تنگشان آورد لشکرهای او، اسپهش افتاد در قتل عدو. سجده آوردن پیشش: کل امان، حلقه من در گوش کن، وا بخش جان. هر خراج و هر سله که بایدد، آن زما هر موسمی افزایدد. جان ما آن تو است ای شیر، پیش ما چندی امانت باش. میبینید این آقای البرسلان خوارزمشاه، حالا هر کی هستش، اومده ایران رو فتح کرده، ظاهرا پادشاه سنی مذهبه، اومده شهر سبزوار رو گرفته و لشکر شهر رو در واقع در محاصره گرفتند و شهر تسخیر شده. این بزرگان شهر رو، مردم شهر رفتن پیشش ابراز به قول معروف غلامی و بندگی کردن، گفتن یا آقا ما تسلیم، هر خراجی میخوای، هر سلهی میخوای، هر چی میخوای بگو ما بهت میدیم، جان ما رو در امان بدار. گفت: نرهانید از من جان خیش، تا نیاریدم ابابکری بپیش. تا مرا بوبکر نام از شهرتان، هدیه نارید ای رمیده امتان. بدروم تان همچو کشت ای قوم دون، نی خراج استانم و نی هم فسون. دیگه ببین این حرفا رو ول کن که پول میدیم، سله میدیم، طلا میدیم، جواهر میدیم، غلامیم، نوکریم. میگه این حرفا به درد من نمیخوره. تنها راهی که شما را میتوانید جونتون رو نجات بدید در دست من این است که از تو این شهر یه ابوبکر نام بزنید، چون میدونست که اینا ابوبکر ندارن دیگه، شهر شیعه متعصب، میدونست اینا ابوبکر. میگه تا یه ابوبکر نامی رو بزنید من نیارید، همه تون جونتون به فناست. خب پس جبال زر کشیدندش به راه، که از چنین شهری ابوبکری مخواه. کی بود بوبک اندر سبزوار، یا کلوخ خشک اندر جویبار. رو بتابید از زر و گفت: ای مغان، تا نیارید ابوبک ارمغان، هیچ سودی نیست کودک نیستم. تا به زر و سیم حیران بیستم، تا نیاری سجده
نرهی ای زبون ور بپیمایی تو مسجد را به حالا. میگه که ببین اینا براش هی چیز می آوردن، طلا جواهر براش می آوردن که آقا تو رو خدا اینا رو بگیر و از ما در بزن. میگه نه اینا فایده ای نداره، تو تا شماها یه به صلاح ابوبکر نیاری سر و زر و سیم و این حرفا فایده ای نداره و درست تو باید شما درست مثال میزن، میگه شما باید سجده کنید ولی اگر هی روی زمین خودتون رو بغلطونید این برابر کنید این سجده نیست، سجده تو رو میرسه یه ابوبکر بیارید، ابوبکر رو بردید نجات پیدا میکنید، نیاوردید. خوب دقت کنید ها. درست البته این مصداق مردم شهر سبزوار نیست، خدای نکرده، نمیخوام بد برداشت بشه، میخوام بگم که این تعبیری از اون آخر و اون آهویی که توی آخر غریب بود و ناسازگار بود و پیدا نبود در آخر. دقت کنید، منهیان خبر داد، منهیان انگیختند از چپ و راست کاندر این ویران ابوبکری کجاست. بعد 3 روز و 3 شب کشتا افتن یک ابوبکر نزاری یافتن. قشنگ نزار یعنی علیل مریض، رهگذر بود و بمانده از مرض در یکی گوش خرابی پر حرز، حرز هم یعنی تب، گوهری اندر خرابه بی عرز، خون دل بر رخ فشانده از مرض. خفته بود او در یکی کنج خراب، چون بدیدندش بگفتندش شتاب. خیز که این سلطان تو را طالب شده است، که از تو خواهد شهر ما از قدر رست. میبینید یه در معمول کرد که برید دیگه هر گوشه و کنار شهر رو بگردید ببینید یه ابوبکر پیدا میکنید یا نه. بالاخره این عده ای که معمور به صدا جستجو شدن از میان مردم اینا رفتن، بالاخره تو یه دونه خرابه یه ابوبکر رو پیدا کرد. جالبه که این ابوبکر بنده خود اهل اون شهر هم نبود، از سر استیصال تو اون شهر بود، داشته عبور میکرده، اومده بوده مریض شده بوده توی خرابه ای، معلومه که حتی نرفته بنده خدا مسافر بود، توی خرابه ای مریض و زبون و بیحال و در حال احتضار و نیمه جون و تبدار و غریب و بیکس و گرسنه، اینا او رو تو اون خرابه پیدا میکنن، میگن تو اسمت چیه؟ میگه ابوبکر. میگن خیلی خوب آقا بیا که جون ما به تو وصله، برش میدارن و میبرن پلوی سلطان. خب دقت کنید داخل جالب قصه، گفت اگر پایم بودی یا مقدمی، خوب دقت کنید خیلی جالب، یه گفت اگر پایم بودی یا مقدمی خود به راه خود به مقصد رفتمی. آقای ابوبکر میگه اگه ببین من اینجا گیر افتادم، اگر پا داشتم و به سال جون داشتم خودم رفته بودم، اینجا نمیموندم، اندرین دشمنکده کی ماندمی، سوی شهر دوستان میراندمی. تخته مردکشان بفراشتم، بر کتف بوبک را برداشتم، جانب خوارزمشه جمله روان، نی کشیدندش که تا بیند نشان. این ابوبکر نیمه جان در حال احتضار رو به عنوان مدرک ابوبکر بودن کسی در شهر انداختن روی تخته و روی کتف حمل کردن بردن پلوی پادشاه. اصلا ببین همه اینا نمادینه، یعنی کل قصه قصه نمادینه، نه سبزواری اتفاق افتاده و نه ابوبکر مریضی بوده و نه آقای مثلا خوارزمشاهی تیغ کشیده که تا ابوبکر نباشه همه تون میکشم و اصلا این حرفا نیست. اینا همه نمادین مولانا داره میگه تا یه مسئله رو بگه، مسئله ای که موقع بگه چیه؟ میگه سبززار است این جهان و مرد حق، اندر اینجا زایست و ممتحق. ممتحق این ناشناخته دیگه، ببین عین همون ابوبکری که توی سبزوار ناشناخته مریض چی 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 توی خراب افتاده بود، انسانهای متعالی و عارف چگونه هستند در این دنیا مثل این سبزوار براشون؟ اینها ناشناخته هست. سبزوار است این جهان و مرد حق، اندر اینجا زایه است و ممتحق، هست آن خوارزم شهر شاه جلیل، دل همی خواهد از این قوم رذیل. رذیل یعنی فرومایه. شاه جلیل کیه؟ خداوند. میگیم اون خوارزم شاه که گفتم خداوند، از ما چی میخوای؟ ابوبکر. ابوبکر کیه؟ یک
دل زنده متبلور، این رزم ما میخواد. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. این چون این دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. هر که اندر شش جهت دارد مقر، کی کند در غیر حق یک دم نظر. یعنی اینجا دقیقا اون داستان عجب رو برای ما داره باز میکنه، میگه که تو خداوند از ما یه دل میخواد، ما خیال میکنیم حالا چهار تا کرمه نماز خوندیم، دو تا روزه گرفتیم، یه خمس زکاتی دادیم، یه صدقاتی دادیم، یه کمکی کردیم، فکر میکنیم که دلمون واقعا دل. میگه چون خیال میکنی که دلت دله، اون وقت دیگه دنبال دلای واقعی نمیری و این عجب تو رو میگیره که فکر میکنی که اگر خداوند یه کسی رو به عنوان انسان متعالی یا انسان سوابکار یا انسان پاک و مؤمن میپسندد، اون یکی هم منم، چون ظاهرا همه چیزم درست. میگه اندر این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. پس میگه ادامه، پس دل پوسیده پس دل پوسیده پژمرده جان، بر سر تخت نهی آن سو کشان. که دل آوردم ترا ای شهریار، به از این دل نبدن در سبزوار. گویدت این گورخانه است ای جری، که دل مرده به دینجا آوری. رو بیاور آن دلی کو شاه خوست، که امان سبزوان کن از اوست. میدونی؟ میگه تو این دل پوسیده رو مثل اون ابوبکر مریض بیحال نازار و نزار میذاری روی تخت برمیداری میبری که هدیه شاه کنی، که بگی به خاطر این ما رو دریاب، به خاطر این ما رو قتل عام مکن. میگه این دل پوسیده پژمرده خود رو گوشه روی تخت برداشتی بری در حضور خداوند، که بعدم میگی که از این دل بهتر دیگه تو این سبزوار دنیا وجود نداره، این دل منه. بعد خداوند هم جوابتون میگه، میگه اینجا قبرستونه که دل مرده واسه من میاری، یه دلی واسه من بیار که شاه خوب باشه، زنده باشه، متبلور باشه، و تا اون دل بتواند که امان سبزوار این دنیا باشه. به هر حال بعضی معتقد هستن که اگر خداوند عذاب بر این جهان به اصطلاح غالب نمی کند، به خاطر اون دلهای پاکی است که در این جهان هنوز وجود دارند و به یمن وجود آن دلها و قلبهای پاک است که خداوند علی رغم گناهانی که ما مرتکب می شویم به ما عذاب نمی رسد. خب اینم این داستان. و حالا آخرین داستانی هم که امشب براتون بخونم داستان جذابیه، قصه آن شخص که دعوی پیغمبری میکرد. گفتندش چه خورده ای که گیج شده ای؟ گفت اگر چیزی یافتمی که خوردمی، نه گیج شدمی و نه یاوه گفتمی. که هر سخنی نیه که با غیر اهلش گویند، یاوه گفته باشد اگرچه بران یاوه گفتند معمول باشند. خب دقت کنید حالا دو مرتبه این که چه کسانی صحبت میکنند و چه کسانی میفهمند و چه کسانی نمیفهمن، یعنی باز تشخیص آن دلهای تازه و شاخو در بین افرادی که به اصطلاح نمیتوانند اونها رو تشخیص بدن. همون آهویی که در به اصطلاح بین اون حیوانات اسیر است و گم شده است و او رو تسخر میکنند، مسخره میکنند و نمیخواهند که موقعیتش رو درک بکنن، چون اساسا درکش رو ندارن، چون نمیتوانن بوی آهو رو، بوی مشک آهو رو اساسا تشخیص بدن. میگه آن یکی میگفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل ترم. گردنش بستند و بردندش به شاه، که این همی گوید رسولم از اله. خلق بر وی جمع چون گور و ملخ، که چه مکر است و چه تزویر و چه فهم. گر رسول آن است کاید از عدم، ما همه پیغمبریم و محتشم. ما از آنجا آمدیم اینجا قریب، تو چرا مخصوص باشی ای عدیم. ببینید یه آقای ادعای پیغمبری کرده، مردم
یقش رو گرفتن. گفتم آقا چی میگی تو الکی، من پیغمبرم، به چه دلیلی، به چه حجتی؟ قرآن بسیار، اگر هر کسی همینطوری ادعای پیغمبری کنه، از عدم به قول من ادعای پیغمبری کنه، خب ما هم همون پیغمبریم و ما هم به اصطلاح اینجا غریب هستیم، بالاخره ما هم تو این دنیا نبودیم، این دنیا دیگه به اینجا آمدی، پس ما هممون هم به قول معروف پیغمبریم و کی گفته که تو پیغمبر هستی؟ دلیل و حجت چیه؟ خب ایشون چه جوابی میده بابت این ادعایی که اونا میکنن؟ که داد ایشان را جواب آن خوش رسول که گروه کور و نادان و فضول، این ندانستید ای قوم از قضا، بی خبر اینجا رسیدید از امام. اما یعنی کوری، دقت کنید، که شما چون طفل خفته آمدید، بی خبر از راه و از منزل بودید، از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پس. ما به بیداری روان گشتیم خش، از برای 56 تا 56، دیده منزل ها ز اصل و از اساس، چون قلاووزان خبیر و رهشناس. دیگه بله، ماها مثل هم هستیم، ما هم از عدم آمدیم، شما هم از عدم آمدیم، ما هم همون نابود بودیم، بعد بود شدیم دیگه، هم آمدیم. اما یه تفاوت بین پیامبران و شما هست، با اینکه شما در مسیر این سفری که از عدم به آگاهی به جهان مادی طی کردی، تو خواب بودی، در اما بودی، اما یعنی کوری، در خواب بودید، ندیدید مسیر رو، نشناختید مسیر تکامل رو. اما ما در بیداری بودیم و به اصطلاح با آگاهی به این دنیا آمدیم و بنابراین ما منزلها رو مانند قلاووزان، قلاووزان یعنی پیشروان، پیشروان کاروان، گفته قلاووز، پیشروانی که راه را میشناسه و میداند، ما این مسیر تکامل رو آگاهانه طی کردیم. تفاوت ما با شما اینه، اینه که من ادعای پیامبری میکنم. خب اینه گفت، اونا این حرفا تو پوستشون فرو نمیرفت که این حرفا یعنی چی، ما آگاهانه بود به دنیا آمدین، شما در کوری و غفلت به دنیا آمدین، این حرفا یعنی چی؟ شاه را گفتن اشکنجش بکن تا نگوید جنس او هیچ این سخن. شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف، که به یک سیلی بمیرد آن نهیب، کی توان او را فشردن یا زدن، که چو شیشه گشته است او را بدن، لیک با او گویم از راه خوشی، که چرا داری تو لاف و سرکشی. اون اهالی گفتن آقا این را بگیر شکنجهش کن، کتکش بزن، از این غلطای زیادی دیگه نکنه، یکی دیگه بلند نشه بیاد ادعای پیغمبری بکنه و این حرفا. شاه نگاهی به این بنده خدا که دیدی خیلی ضعیف و نحیف و لاغره، اصلا این قابل زدن نیست، قابل مثلا شکنجه کردن نیست، و پیش خودش گفت حالا من با این 4 تا کلمه باش صحبت بکنم، ببینم اصلا این مزه دهنش چیه، مشکلش چیه، چرا ادعای پیامبری کرده. از درشتی ناید اینجا هیچ کار، هم به نرمی سر کند از قار ما. میگه اینجا نمیشه با این با خشونت برخورد، با زبون خوش باهاش صحبت کنم، نه اصلا این چیه، جریانش رو میکشمش بیرون از غار خودش، مثل ما حالی که از با نرمی و با صدای موسیقی مثلا بیرون میاد، میگه من اینجوری اینو ازش میکشم بیرون، اصلا چی تو دل این آقا هست. مردمان را دور کرد از گرد وی، شه لطیفی بود و نرمی ورد وی، پس نشاندش باز پرسیدش جا، که کجا داریم معاش و ملتجا. ملتجا یعنی جایی که انسان پناه میبره، خونه و زندگی و پول و درآمد چیه. گفت ای شه، هستم از دارالسلام، آمده زانجا در این دارالملام. دقت کنید، دارالسلام، از دارالسلام آمده به دارالملام، جایی از جایی که سلام اسمش از محل خانه سلام به محلی که ملامت می کنند من را. پس میگه، پس نشاندش باز پرسید از شجاع، که کجا داری معاش و ملتجا. گفت ای شه، هستم از دارالسلام، آمده زنجا در این دارالملام، نی مرا خانه است و نه یک همنشین، خانه که کرده است ماه اندر زم. با شاه از روی لاغش گفت باز، که چه خوردی و چه داری چاشت ساز.
اشتها داری؟ چه خوردی بامداد که چنین سرمست و که چنین سرمستی و پر لاف و با. ببینید شاه ازش داره بازجویی میکنه، یا کجا بودی، از کجا آمدی، خونت کجاست، شغل چیه. بعدم ازش میپرسه که غذا خوردی، گرسنه ای، بامداد صبح چی خوردی، چی خوردی که این حرفا رو داری میزنی، خیلی از موزه قدرت داری حرف میزنی. این میگه که نه، من اولا از دارالسلام هستم، به دارالملام اومدم، خونه ندارم، همنشین ندارم. ببین دقیقا مثل اون آهو تنهاست دیگه، خونه ندارم، همنشین ندارم، و ماه اصلا توی زمین کجا میتونه خونه پیدا کنه، میخواد بگه اصلا از جنس این زمینی ها نیستم. بعدم این حرفا باز اینا رو که میگه، گفت اگر میگه چی خوردی، وقت جواب میگفت اگر نانم بودی خشکتری کردمی کی دعوی پیغمبری. میگه اگر من نان داشتم و به اصطلاح خشکتری داشتم، حالا به منظور آذوقه و آب و فلان، من دعوی پیغمبری نمیکردم. دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه. دقت کنید اینجا، کس کوه و سنگ عقل و در نجست، فهم و ضبط نکته مشکل نجست، هرچه گویی باز گوید که همان، میکند افسوس چون مستسقیان. از کجا این قوم و پیغام از کجا، از جمادی جان کرا باشد رجا. ببینید میگه که من با این گروه که نمیتونم ادعای پیغمبری کنم، کسی میتواند ادعای پیغمبری کند از مردمان که این به اصطلاح ایده رو داشته باشد یا این امید رو داشته باشد که آنها فهم و درک و عقل داشته باشند. اما از کوه و سنگ که عقل و دل نمیشه جز، فهم مشکل نمیشه از کوه و سنگ جز. میخواد بگه قلب این مردمان مثل همون کوه سنگیه و نرم نیست، مثل کوه هم عمل میکنه، هرچه گویی باز گوید کوه همان، میکند افسوس و چون مستزهان. میگه که کوه هر صدایی که بهش بگی بدونه که درک بکنه که اون صدا چیه، همون صدا رو براتون منعکس میکنه. حرف زشت بزنی، حرف زشت بهت پس میده، حرف خوب بزنی، حرف خوب بشه، درکی نداره از آنچه که میشنود. بعد میگه از کجا این قوم و پیغام از کجا، از جمادی جان کرا باشد رجا. میگه تو از جماد امید جان که نمیتونی داشته باشی، بنابراین این گروه، این مردمان به اصطلاح قلب پیغامگیر ندارد. حالا توضیح میده، گر تو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سیم و زر، که فلانجا شاهدی میخواند، عاشق آمد بر تو و میداند. بر تو پیغام خدا آری چو شه، که بیا سوی خدا ای نیک از جهان مرگ سوی بعد رو، چون بقا ممکن بود فانی مشو، قصد خون تو کنند و جان و سر، نز برای همیت و دین و هنر، بلکه از چسبندگی، بلکه از چسبیدگی بر خانمان، تلخ آیتشان شنیدن این بیان. دیگه ببین این مردم اگه از زن و از پول ثروت براشون صحبت کنی و پیغام بیاری، خیلی خوب به تو گوش میکنن. مثلا یه جا بگی که آقا یه جایی مثلا سیم و زن هست چنین و فلان، حرفا من یه گنجی پیدا کردم و آی بیاین بری پیدا کنی، اینا مثل گله همه دوره جمع میشن و همه که بیل و کلنگ میگیرن، بده بریم گنج پیدا کنیم. یا اگه بگی یک زن زیبایی عاشق تو شده، تو رو میخواد مثلا فلان بیسار، به من پیغام داده که شما رو ببرم پلوش و چنین و فلان، مثلا خیلی مشتاقانه میدوی بیاد که به اون زن زیبا کی و کجاست. این پیغام ها رو خیلی خوب واکنش نشون بده. اما اگر از خدا براشون پیغام بیاری که مانند شهده و بگی که بیا به سوی خدا، بگی بهش که از جهانی که مرگ سپنجی سرای هستش، برو به سوی این دنیای فانی، به جای این برو به سوی دنیای باقی و به صلاح قلب تو و روح تو به صلاح جاودانه کن و فلان و بیسار، این حرفا رو بهشون بزنی، قصد جان تو میکنن و به اصطلاح انقدر به این زندگی مادی چسبیده هستن که اندیشه خداگونه شدن، اندیشه به اصطلاح
بریدن از این دنیای فانی براشون بسیار تلخه و به همین دلیلم یقه بنده رو گرفتن اوردن اینجا، کتکم زدن اوردن به شما هم میگن که این آقا رو شکنجه کن و مثلا بکشش. خب اینا رو میگه. شاه پرسیدش که باری وحش چیست، یا چه حاصل دارد آن کس. یه بار دیگه. شاه پرسیدش که باری وحش چیست، یا چه حاصل دارد آن کس کو نبیست. گفت آن خود چیست کو حاصل نشد، یا چه دولت مان کو واصل نشد. گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کب از وحی دل زنبور نیست. او به نور وحی حق عز و جل، کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که کرمناس بالا می رود، وحیش از زنبور که کمتر بود. خب حالا این نکته جالب، ببینید این آقایی که ادعای پیغمبری میکرد، خب راجع به خدا و این حرفا واسه مردم صحبت میکرد دیگه، و راجع به مرگ و زندگی صحبت میکرد، راجع به زندگی جاودانه واسه مردم صحبت میکرد، میگفت دست از این زندگی مادی و زخارف دنیایی بردارید. شاه ازش سوال میکنه، بهش میگه که بگو ببینم وحی چیه، تو که میگی من پیغمبرم و حاصل اون کسی که ادعای پیغمبری میکنه نبی دیگه، اون حاصلش چیه؟ میگه که اتفاقا اونهایی که نبی هستن در واقع همه چیز رو دریافت میکنن، خیلی دستاورد دارن. گفت آن خود چیز کو حاصل نشد، یا چه دولت مان کان کو واصل نشد. یعنی انبیا به همه دولت و به همه به اصطلاح آنچه که میخواهند میرسند، خاطر اینکه مأمور خداوند هستن و به اصطلاح گفتمان خداوند رو در بین مردم ترویج میکنند. حالا حتی منی هم که ادعای پیغمبری میکنم، ولو اینکه حالا پیغمبرم نباشم، ولی دارم سخن پیامبران رو میگویم و مردم رو به اصطلاح به این دعوت میکنم که ای مردم بیایید و به اصطلاح از زخارف دنیا دست بردارید، به زندگی عقبا بپردازید، روح خود را متولی کنید. میگه حرف من از وحیی که به من شده، الهامی که به من شده و مبتنی بر آن دارم این سخنها رو میکنم، مقام من که از زنبور که دیگه کمتر نیست، زنبورم بهش وحی شده. ما یه سوره در قرآن کریم داریم که خداوند به زنبور وحی میکنه، میگه که برو از این گیاهان و به اصطلاح نوش این گیاهان بنوش و از شکم او. این آیه قرآن، من دارم به اصطلاح به صورت تفصیلی بیان میکنم نه به صورت ترجمه مستقیم. میفرماید که ما به زنبور وحی کردیم که برو در سنگ ها و خانه های و در داربست ها خانه گزین، از شهد گل ها بخور و بنوش و از شکم او به اصطلاح شربتی حاصل می شود که دوای دردها در آن است و به حال دیگه نعمتی برای شماست. خب میگه گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. میگه نبی حالا ممکنه که گنجور نباشه، طلا و جواهر نباشه، اما کمتر از وحی زنبور که نیست که او به وحی حق دنیا رو پر از موم و اثر کرده است. بعد میگه این که کرمناس بالا میرود، انسان کرمناس، میگه ما کرمنا بنی آدم، خداوند در قرآن میفرمایه، میگه ما کرامت بخشیدیم به انسان و از روح خود در او دمیدیم و آنچه که به انسان وحی میشود، که خود مولانا میگه حتی عرفا هم به اصطلاح بهشون وحی میشه، ولی از ترس مردمی که درک نمیکنند این سخن رو، عرفا میگویند که این به اصطلاح الهام الهی است یا الهام است بر قلب های، در صورتی که واقعا هر کسی که بر قلب و روح او یک حقیقتی مستولی میشه، در واقع یک نوع وحی برش میاد. میگه مقام انسان از زنبور کمتر نیست، که خداوند در قرآن میفرماید که ما به زنبور هم چی وحی کردیم. پس بنابراین این جنابی که ادعای پیامبری میکرد هم در قوم خود غریب افتاده بود، به همین دلیل زار و نزار و به اصطلاح ضعیف بود و به اصطلاح مردم هم او رو داشتن
تمسخر میکردن، شکنجه میکردن، کتکش میزدن و از پادشاه هم میخواستن که این رو بکشه. این قربت انسانهای صالح و عارف است در بین مردمانی که آگاهی ندارند. خب من فکر میکنم که برای امروز دیگه کفایت میکنه. ایشالله بقیه داستانها رو در جلسه بعدی با